سلام و ادب خدمت همه شما عزیزان. فصل پنجم اگر خاطرتون باشه، فصل اول رو مثلا چهارم که تدریس شد، فصل پنجم هم که درس اول و دوم تدریس کردیم به تمام کلاس ها، تمام رشته ها، تجربی بری از این هر دو بود. بعد فصل پنجم درس اول و دوم شد گفتیم، حالا امروز یه مرور میکنیم که یه مقدار براشون یکی دو ما فاصله داشتیم از مواد اس به صورت حالا تدریس رو در رو، و امروز جبران کنیم یه مرور کنیم که در واقع ذهنمون نزدیک بشه به موضوع. بعدش هم که انشاءالله از جلسه آینده دیگه درس جدیدمون یکی دیگه شروع کنیم و کارو جلو ببریم. امیدوارم مفید باشه، هرچند که به هر حال اون ارتباط دربی که تو کلاس ممنون داشت باشه و سوال جوابای مرسوم باشه، خب خیلی خیلی کاربردش بیشتر است. ولی خب دیگه به هر حال چاره نیست و مجبور به این روش هم استفاده کنیم. امیدوارم که نهایت استفاده رو ببرید. خب حالا شروع کنیم با بحث فصل پنجم، تابع یا داوری در سرمن دو. اگر خاطرتون باشه با موضوع زوج مرتب شروع کردیم. مثلا گفتیم زوج مرتب چی هست؟ گفتیم اگر فرض کنیم این دست ها مختصات داشته باشیم توی صفحه، اگه به ما میگن نقاط مثلا فرض کنیم نقطه A به مختصات مثلا 2 و 3 و B به مختصات 3 و 2 رس کنیم توی صفحه، این باید تقسیم بندی میکردیم توی محور X هاست، این محور Y هاست توی صفحه مختصات. خب نقطه A به مختصات 2 و 3 باید رو محور X ها میرن توی سمت راست، 3 باید رو محور Y ها باید این بالا، و نقطه 2 و 3 رو مشخص میکردیم. نقطه A اسمش مثلا A گذاشته بود. حالا نقطه B 3 باید به سمت راست، 2 باید به سمت بالا. خب میدونیم که قبلا با هم صحبت کردیم که به این اولی بهش میگیم X، به دومی میگیم Y، به اولی میگیم طول، به دومی میگیم عرض، به اولی میگیم مؤلفه اول، به دومی میگیم مؤلفه دوم. پس این هم معرفی. خب حالا نقطه 3 و 2 رو باید مشخص کنیم. 3 باید رو محور طول ها میریم جلو، 2 باید رو محور عرض ها میشه اینجه. خب این هم نقطه B هست. اینا رو تو دوره متوسط اول طریق پیدا کردنش رو داشتیم. به هر کدوم از اینا میگیم یک زوج مرتب. چرا میگیم زوج؟ چون دو نیست. چرا میگیم مرتب؟ چون ترتیب نوشتنشون برامون اهمیت داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه 2 و 3 بنویسیم با 3 و 2 با هم فرق میکنه. همونطور که مشخص شد من این مثال هم همین خاطر نوشتم، 2 و 3 و 3 و 2 نوشتم. خب میبینیم که 2 و 3 این نقطه رو نشون میده، اما 3 و 2 این نقطه رو نشون میده، پس با هم فرق میکنه. خب یعنی ترتیب برام مهمه، پس زوج چون دوتا مرتب، چون ترتیبش برام مهم است. خب چه مثالی تو ذهنمون هست که ترتیب مهم نباشه برامون؟ وقتی که مثلا این مجموعه رو بگیم، مثلا میگن آقا مجموعه A مساوی است، مثلا اعضای 2 و 3 و 5 اگه مجموعه باشه، اگه مجموعه B هم باشه، مثلا 3 و 2 و 5، خب این دوتا مجموعه با هم مساوی هستن. چرا مساوی هستن؟ به دو دلیل. یکی این تعداد عضواشون برابر، این 3 عضو داره، این هم 3 عضو داره. دوم که عضواشون نظیر به نظیر با هم یکسان هستن، با هم برابر هستن. بنابراین این دوتا مجموع با هم میگیم برابرن، چون طبق این دوتا دلیلی خدمتتون گفتم. پس توی مجموع دیگه نیازی ترتیبش برامون اهمیت نداره، اما داخل زوج مرتب ترتیب برامون اهمیت داره. خب این موضوع بریم وارد بحث تابع میشیم. رابطه معرفی کردیم، سر کلاس هم صحبت کردیم در موش قبل هم بیرم در موش تابع صحبت کنیم. تابع مجموعی از در واقع یه رابطه ای که از مجموعه A به مجموعه B تعریف میشه، در اون به هر عضو از مجموعه A دقیقا یک عضو از مجموعه B نسبت داده میشه. خب این یعنی چی؟ مثال خیلی زیادی رو با هم صحبت کردیم سر کلاس، در مورد کد ملی صحبت کردیم،
خیلی لوازم تحریر صحبت کردیم، دمای هوا صحبت کردیم، اثر انگوش صحبت کردیم و مسائل مختلفی رو با هم صحبت کردیم. خب تا برای ما به چند روش میتونیم نشون بدیم مثلا یه رابطه داریم، حالا میخوام بدیم این رابطه های تابع هست که تابع نیست. خب چند روش داریم؟ یه روش داریم میگیم با استفاده از نمودار پیکانی مشخص میکنیم که هست تابع نیست. یه زمان مثلا زوج مرتب مشخص میکنیم آیا زوج مرتب، مجموع زوج مرتب یا رابطه آیا تابع هست یا تابع نیست. یه زمان دیگه میایم با استفاده از نمودار، مثلا یه نمودار کشیدم میگم چطور تشخیص کنم از این نمودار این تابع هست یا تابع نیست. خب اما برای هر کدوم مثالایی رو میذارم که یادآوری بشه براتون که در واقع ذهنتون به موضوع نزدیک بشه تا ان شاء الله آروم آروم بتون جلو بره. خب مثلا فرض کنید اگه با استفاده از مجموعه از زوجه مرتب بخوایم مثال بزنیم، مثلا به ما میگن آقا تابع مثلا تابع F مساوی است با یه رابطه داریم مثلا فرض کنیم 2 + 5 = 4 + 3 مثلا 2 + 7 این یه رابطه است. اما آیا این رابطه هم یه تابع هست یه تابع نیست؟ خب زمانی یه رابطه تابع است یه تعریف داریم، تعریف هم گفتم توی دفتر نوشتیم. زمانی یه رابطه تابع است که بعد مثلا زوج مرتب نوشته بشه که در آن هیچ دو زوج مرتب متمایزی دارای مؤلفه اول یکسان نباشه. خب الان این یه مجموعه از زوجهای مرتب است. هیچ دو زوج مرتب متمایز و دارای مؤلفه اول یکسان نباشه. الان داخل این مثال این زوج مرتب مؤلفه اولش 2 است، این 4 نمونه است. پس الان دو تا زوج مرتب متمایز یعنی متفاوت پیدا شدن که مؤلفه اولشون یکسان هست، بنابراین این تابع نیست. تابع نیست. اما اگر این مثال رو ببینیم مثلا جی بسمتی مثلا 4 + 2 مثلا 5 + 2 این یک رابطه است. خب آیا این رابطه یه تابع است یا تابع نیست؟ نگاه میکنیم میبینیم زوج مرتب متمایزی که داریم مؤلفه اولشون یکسان نیست، پس تابع هست. هرچند که مؤلفه دومشون یکسان است، اما ما به مؤلفه دوم بحثی نداریم، فقط بحثمون برای تشخیص تابع بودن روی مؤلفه اولی طول نقطه است. خب پس این تابع است. حالا یه زمان ممکنه مثلا تابع H به این شکل باشه، مثلا باشه -1 و 5 3 و 9 و -1 و 5. خب داخل این مثال هم رو دیگه دقت میکنید متوجه که در مشاهده میکنید مشخصه که داخل این تو نگاه اول اگه با عجله جواب میدید که تابع نیست، چون دو تا زوج مرتب وجود داره تو مؤلفه اولشون یکسان. اما توی تعریف ما گفتیم که زمانی یک رابطه تابع است که هیچ دو زوج مرتب متمایز داره مؤلفه اول یکسان نباشه. الان این دو تا زوج مرتب متمایز نیستن بلکه یکسان هستن. پس در واقع این رابطه ای که نوشتیم داره 2 عضو هست نه 3 عضو. 1 2 3 چون دو تاشون مثل هم هستن و در مجموع عضو تکراری فقط یک بار شمرده میشه بنابراین داره 2 عضو هست. یه عضوش -1 و 5، یکیش هم 3 و 9 هست که مشخصاً تابع هست. خب اینم طریقه تشخیص تابع از روی زوج مرتب. برای تشخیص تابع بودن از روی نمودار پیکانی اول یه مراجعه کنیم به تعریفش. تعریفش میگه چی؟ تابع از مجموعه A به مجموعه B، رابطه بین این دو مجموعه است. ما مجموعه اول A میگیم، مجموعه دوم B میگیم. A B. خب که در آن به هر عضو از مجموعه A یعنی مجموعه اول دقیقاً یک عضو از مجموعه B نسبت داده میشه. مثلا فرض کنیم من این مثال ها نوشتم که تو کار میکنم سرعت عمل اون بالاتر بره. خب
سه تا دوست هستن علی احمد و حمید میخوان برن خرید کنن میرن مغازه لوازم تحریری میخوان خرید کنن علی فرض کن خودکار خرید میکنه احمد مثلا دفتر خرید میکنه حمید هم بداره خب میخوام بدونم این تاوز تاوز بعد این تاوز چون یه به تعریفی که داشتیم به هر روز از مجموعه اول دقیقاً یک روز از مجموعه دوم نسبت داده میشه شما هر روز از مجموعه اول در نظر بگیرید دقیقاً به یک روز از مجموعه دوم رفت پس تا هست خب حالا بریم توی بعدی مثال بعدی سه تا دوست هستن همون علی احمد و حمید میخوان فعالیت ورزشی انجام بدن خب علی رشته والیبال رو انتخاب میکنه احمد رشته فوتسال رو انتخاب میکنه همین برای فعالیتش هم رشته والیبال رو انتخاب میکنه هم رشته فوتسال رو انتخاب میکنه خب چون الان یک عضو از مجموعه اول به دو عضو از مجموعه دوم رفته بنابراین تابع نیست پس این تابع نیست اما این تابع است خب توی بعدی فرض کنیم که دو تا دوست هستم میخوام ببینیم به چه شهرهایی تا حالا مسافرت کردن چه شهرهایی رو بعد مسافرت کردن بگه بهتر است خب دو تا دوست هستم علی و احمد حتما نیازی است مثل این سه تا باشن دو تا باشن پنج تا باشن ده تا باشن یکی باشن هر مثال میشه گفت خب من فقط از سه تا به دو تا تبدیل کردم که فکر کنم الزاما بس سه نفر باشن نه خب فرض کنیم علی مشهد رفته احمد هم تبریز رو این شهر رو خب آیا این تابه است؟ بله این تابه است چون طبق تعریفی که گفتیم به هر عضو مجموعه A دقیقا به یک عضو از مجموعه B رفته حالا ممکنه یک عضو از مجموعه B باشه که هیچ عضوی بهش نرفته ولی تعریف ما رو نقض نمی کنه چون طبق تعریف باید هر عضو از مجموعه A دقیقا به یک عضو رفته باشه که الان همین اتفاق افتاده از این هم تابع است اما بعدی من در مورد صحبت کنم خب چهار تا دوست هستم یه امتحان دادم نمراتی هم که داریم 19 اینجا و 20 مثلا خب میخوام ببینیم حالا چه وضعیتی دارم چه داستانی برای این اتفاق میفته خب مثلا فرض کنم علی 19 گرفته مثلا احمد 18 گرفته حمید 20 گرفته خب حالا برای مسعود نمره ما در نظر نگرفتیم ممکن نمره که ایشون داره داخل این لیست 18 19 و 20 نبوده مثلا 19 و نیم بوده مثلا 18 و نیم بوده توی نمرات نیست حالا میخوایم بدیم آیا این تابع است یا تابع نیست اگه دقت بفرمایید متوجه میشید که طبق تعریف گفتیم به هر عضو به هر عضو از مجموعه اول یعنی مجموعه A دقیقاً یک عضو از مجموعه دوم نسبت داده میشه الان یک عضو از مجموعه اول داریم که هیچ عضوی از مجموعه دوم نسبت داده نشده بنابراین تابع نیست یعنی تعریف تابع بودن رو نقض می‌کنه پس میگیم تابع است خب طریقه تشخیص تابع از روی نمودار تمام این شکلی که شدیم همه رابطه هستن خب ببین کدومشون تابع است برای اینکه یک رابطه در تشخیص میکنه یا تابع است یا تابع است از روی نمودار باید هر خطی که به موازات تکرار میکنم هر خطی که به موازات محور ایگره کار رسم میکنید نمودار رو حد اکثر در یک نقطه قطع کنید خب حد اکثر در یک نقطه یعنی یک نقطه قطع کنید یا اصلا قطع کنید خب شروع میکنید کار رو کنم حد اکثر در یک نقطه قطع کنید پس الان یه خط هست به موازات محور ایگرگ را رسم کردم نمودار دقیقا در یک نقطه قطع کرد این خط دقیقا نمودار در یک نقطه این دقیقا در یک نقطه و همینطور رسم کنیم متوجه میشیم که دقیقا در یک نقطه قطع کرد پس تابع هست الان ممکنه این تو ذهنون بید که این تا کجا ادامه داره هر وقت که نمودار از دو طرف به این شکل باشه یعنی دو طرف تا بی‌نهایت ادامه حالا یا میشه فلش بذارید مثل الان یا مثلا ممکن مثل این رو نذارید باز هم مفهوم داره اما اگر منظورشون این باشه که نه تا همینجا باشه یا مثلا فرض کنید تا اینجا باشه دیگه میاد مثلا اینجا یه نقطه تو پر بذارم وقتی اینطوری گذاشتن یعنی تا اینجا اصلا ادامه نداره اما اگر اینطوری گذاشته شد یعنی ادامه داره تا
اگر چیزی هم نذاشتن باز یعنی ادامه داره. هم اگر منظورشون که محدود شد، تجربه محدود شد، با حتی این نقطه به این شکل گذاشته بشه، یعنی این نمودار شاخه‌ای که الان سمت راست است این برنامه است، این شاخه تا اینو محدود شد. خب پس اگه چیزی نذارم یعنی این تا بینایه ادامه داره. خب این موضوع کلی که در مورد صحبت کردیم. حالا به یه نمودار دیگه، همش که مشخص هستن، از خطی رسم کنیم، حتی اکثر تو که نقطه قطع میکنه، از تابه هست اینجا، این هم تابه هست، با ذریعه نقطه دقیقا قطع میکنه، تابه هست، نیاز به تکرار نیست که از دو طرف اینا تا بینایت ادامه داره، بعدی چیزی نظری یعنی بینایت ادامه داره. خب، این بعدی، اینجا تابه هست، اینجا تو یک نقطه، اینجا یک نقطه قطع میکنم، ببینیم که میرسیم، اینجا میان این دوتا نقطه زیر همه اینجا تو خالیه، از داخل این رد میشه، این نقطه تو خالیه رد میشه میان، بعدی هم تو خالیه، از داخل این رد میشه میاد باید. اینجا در صفر نقطه قطع کرده. صفر نقطه هم با تعریف اولی که گفتیم هیچ مغایرتی نداره، چون ما توی تعریف اولی گفتیم که هر خطی به موازات محور ایده ما نمودار حد اکثر در یک نقطه قطع کرده. پس اگر در اینجا در صفر نقطه هم قطع کنه مشکلی نداره و تابع بودن رو نقض نمی کنه، بنابراین تابع هست. خب پس این هم تابع هست، اینجا مشخص تو فرق یک رو خوست. خب این پایین مثال بعدی رو، اینجا تابع هست مشکل نداره، تابع هست، تابع هست، هم به محضی که به این میرسیم یه خط رسم کنیم میاد اینجا در یک رو قطع میکنه، اینجا هم باز قطع میکنه، رد میشه میاد، یعنی در دو نقطه این رو قطع کرد. درسته که اینجا این قسمت ها فقط یک نقطه و تابع بودن برقراره، اما به محضی که یک جا پیدا بشه در بیش از یک نقطه قطع کنه دیگه کلا میگیم اصلا تابع نیست. پس این تابع نیست. خب این بعدی تا اینجا تو صفر نقطه قطع میکنه، مشکلی نیست، یعنی در اینجا تابع بودن برقرار هست، اینجا میاد توی یک نقطه قطع میکنه، تابع بودن برقراره، اما به محض که به این میرسیم بازم چون در بیش از یک نقطه قطع میکنه، یکی دوتا در دو نقطه قطع کرد، بنابراین تابع نیست. این بعدی تو یک نقطه قطع میکنه همشون، اینجا صفر نقطه، اینجا یک نقطه، اینجا صفر نقطه، اینجا یک نقطه، صفر نقطه، یک نقطه، صفر نقطه، یک نقطه، همینطور میبینیم به این شکل هستن. پس تابع بودن برقرار است و هیچ مشکلی نداره. و آخرین مثال من تا اینجا تو صفر نقطه تابع است، تابع است، تابع است، به محضی که به این ور میرسیم یه خط موازات رو میبریم دیگه رو رسم کنیم، چون در بیش از یک نقطه قطع میکنه پس تابع این قسمتی و میگیم کلن تابع نیست، یعنی کافی یک نقطه پیدا بشه، یک خط پیدا بشه که نمودار رو در بیش از یک نقطه قطع کنه میگیم کلن تابع نیست. خب بچه ها چند تا مسئله حل میکنیم که مباحثی که بهتون گفتم خیلی ساده بهتون گفتم، چون جلسه اول هست و دوست دارم با فضای مجازی نحوه تدریس هم توی فضا آشنا بشید، یه خاطر خیلی مباحث ساده رو گفتم. الان چند تا مسئله حل کنیم، یه ذره کارمون دشوارتر میکنیم، یه ذره مسئله ها بیشتر نیاز به فکر کردن داره. جلسه آینده هم که ایشالله که درسمون رو هنوز مشکل‌تر میکنیم، مسئله سخت‌تر رو حل میکنیم تا بتونیم به نحو مطلوب درسمون مسلط بشیم. خب مثال اولی که نوشتم تو این قسمت براتون اینه که اگر نمودار پیکانی مقابل معدود به تابع F باشد، این معروفه یه تابع است، حالا گفته الف مقدار عددی A و B را تعیین کن. بسم الله. توی قسمت جمع گفته تابع را به صورت زوج مرتب بنویس. اول الف را می‌کنیم، یعنی مقدار عددی A و B را تعیین کن. تو نگاه اول اگر نگاه به صورت سوال نکنید اینجا نگاه کنیم، می‌گیم این تابع نیست، چون یه عضو از مجموعه اول به دو عضو از مجموعه دوم رفته، در صورت که این با توجه به تعریف پیکانی بودن یه تابع، تعریف تابع بودن از این نمودار پیکانی که قبلا بهتون گفته بودم جمع جلسه امروز، متوجه میشید که با اون مغایرت داره. اما
اگر به سال دقت کنید خود سال اینجا برای ما تاکید کرده و گفته این تابه است، این تابه است، چیلی در حال سالی حتی میگه تابه است، پس این تابه است. خب میگم طبقه این کار میکنم. خب میگیم چی؟ میگیم بعد که این مؤلفه اول دو است، مؤلفه دو ای و منفی یکی و تابه است، حتما باید این دوتا مثل هم دیگه باشن، یعنی حتما این دوتا باید با هم چی باشن؟ برابر باشن. پس باید ای همون چی باشه؟ همون منفی یکی باشه. پس ای رو پیدا میکنیم به این شکل. حالا ما بی رو هم میخوایم، برای که بی رو پیدا کنیم ای که قرار هم بده کردیم منفیه، پس بجای این ای بذاریم منفی یک. خب میبینیم که توی مجموعه اول دو تا منفی یک داریم، یعنی یه از تکرار شد. پس برای اینکه تابع باشه با حتما مؤلفه دومش هم با هم برابر باشن، یعنی باید بی به علاوه چهار هم با دو چی باشه؟ با هم برابر باشن. پس باید بی به علاوه چهار با دو برابر باشه، که از اینجا بی میشه برابر با دو منهای چهار که میشه منفی. خب پس به این چیز ما ای و بی رو پیدا کردیم. قسمت به سال تابع رو بسید زوج مرتب بینیست. خب یه زوج مرتب و منفی یک و دو است. پس اگه تابع اسمش رو اف بذاریم مثلا مجموعه از زوج مرتب بینیم، مثلا اگه رابطه با هم بینیسیمش، یه زوج مرتب منفی یک و دو است، یکی دیگه دو و ای یا دو و منفی یکی که چون ای اونم هم منفی یکی و دو منفی یک میشه. تکرارش هم نمی کنیم، یک بار نمیسیم، گفتیم در مجموع عضو تکراری نداریم، عضو تکراری فقط یک بار نوشته میشه. خب بعدی سه و منفی یکه و آخری منفی یک و بیه برای چهار. بیه برای چهار بی منفی دو، بیه برای چهار میشه دو، یعنی منفی یک و دو. منفی یک و دو رو قبلا نوشتیم، یعنی زوج مرتب اول بود منفی یک و دو، پس نیاز نیست یک بار دیگه هم اینجا بنویسیم. در نتیجه دیگه ادامه نداره و این مجموعه و این تابع ما فقط از سه تا عضو تشکیل شده، از سه تا نقطه تشکیل شده. خب این حل هست. بریم حل سوال بعد. گفته آب چنان تعیین کنید رابطه این یک تابع باشه. خب و اگه تابع باشه، گفتیم برای تشکیل تابع از زوج مرتب باید هیچ دو زوج مرتب متمایزی دارای مؤلفه های اول یکسان نباشن. الان این و این دو تا زوج مرتب مؤلفه های اولشون یکسان، یعنی تابع نیست. اما سوال گفته چی؟ سوال گفته تابع باشه. پس بازم می‌بینیم که کلید سوال اینه که گفته تابع باشه. وقتی تابع است، پس حتما باید این دو تا زوج مرتبه که مؤلفه اولشون یکسانه، باید حتما دو تا زوج مرتبه با هم برابر باشه. در نتیجه برای اینکه دو تا زوج مرتب برابر باشن، چون مؤلفه اولشون یکسانه، پس حتما باید مؤلفه های دومشون با هم برابر باشن، یعنی باید آ دو هم برابر با نو باشه، که از اینجا آ میشه برابر با مثبت منفی سه. خب آ شد مثبت سه و منفی سه. حالا خب توی سوال مقدار آ از ما خواسته، اما آیا ما جواب بدیم بگیم آ میشه مثبت سه و منفی سه، هر دوتاش درست هم یا خیر؟ چک میکنیم ببینیم دیگه سوال نکته دیگه نداره، میایم جلو سه و پنج موردی نداره، میایم ببینیم یه زوج مرتب دیگه داریم، مؤلفه اولش A هست. خب اگه مؤلفه اولی A هست، اگه A ما سه قرار بدیم که میشه زوج مرتب میشه سه و سیزده، در صورت یه زوج مرتب سه و پنج رو داریم تو مسئله، و چون این رابطه یه تابه است نمیتونه همزمان دو زوج مرتب متمایز داشته باشیم که مؤلفه اولشون یکسان باشه، بنابراین A نمیتونه سه باشه. پس A دو تا مقدار براش اینجا پیدا کردیم، A بود سه و A بود منفی سه. A نوسایز با سه رو رد میکنیم، نمیتونه باشه. یه منفی سه رو چک کنیم ببینیم شاید این درست باشه. منفی سه رو داریم زوج مرتب میشه منفی سه و سیزده، این هم که سه و پنجه، این هم که یک و نو هست، این هم که یک و نو هست، هیچ مشکلی نداره. پس A مساویس با منفی سه مورد تاییدمون هست و جواب مسئله این میشه فقط منفی سه، فقط منفی سه. خب یه
سال چهار گزینه ای هم براتون نوشتم که این مرور همه اینا باشه که درس رو بهتر یاد بگیم، بهترش مسلط بشیم. اونم به این شکل هست که اگر تابع مساویس کنیم به این شکل باشه، به صورت یه رابطه نمیشه، مثلا مجموعه زوجه مرتب نوشته یه تابع باشه، مقدار x کدام است؟ مجموعه مسئله یعنی مقدار x رو میخواییم ببینیم چقدر باشه. خب چک میکنیم چون گفته تابع است، پس باید هیچ دو زوج مرتب متمایز داره مؤلفه اول یکسان نباشه. الان این زوج مرتب اولی و آخرین مؤلفه اولش یکسان هست، بنابراین مجبوره که مؤلفه های دوم شما باید چی باشن؟ با هم برابر باشن. در نتیجه باید x2 به علاوه x برابر با 2 باشه. خب x و برابر x برابر 2 باشه. از این مسئله حل میشه، دو رو مداریم و میگیم x2 به علاوه x منهای 2 مساوی با 0. یه اتحاد جمعه مشترک هست، میگیم تجزیهش که باید تجزیه درجه دو جمعه مشترک دوستش نمیشه انجام داد. واسه یه ماده درجه دو هستی و روش دلتا رو چه حلش کرد؟ ریشه ها رو پیدا کرد و روش هایی دیگه که با هم قبلا صحبت کردیم توی مسئله رو حلش کنیم. منطقی ترین و ساده ترین روش اتحاد تجزیه و روش اتحاد جمعه مشترک هست. خب دو تا پرانتز باز و بسته میکنیم، مساوی با صفر میذاریم، ایکس و ایکس رو میذاریم. این خاطرتون باشه گفتیم چون حاصل ضرب شده منفی پس یکی منفیه یکی مثبت، چون حاصل جمع شده مثبت پس اون دوتا عدد اونی که بزرگتر مثبت، اون بزرگتر میشه دو، کوچیکتر میشه یک. پس تجزیه هم ریشه انجام شده، یک حاصل ضرب شده صفر، پس یا اولی صفره یا ایکس منهای یک صفره یا ایکس به علاوه دو صفره. از اینکه x منهای x صفر x میشه یک، از اینکه x برای دو صفر x میشه منفی دو. این هم میده جواب. پس این مسئله داره دو جواب هست، یک و منفی دو. به توی گزینه ها نگاه میکنیم متوجه میشیم که جواب صحیح در گزینه سه هست. خب در ادامه کارمون بحث دامنه برد رو شروع میکنیم. دامنه و برد داخلی تابه این مبحث بسیار بسیار مهمی هستن. به این مثال خیلی ساده شروع میکنیم کارو. اگر فرض بفرمایید تابع F نوشته شده باشه، حالا به مجموعه مؤلفه های اولش میگیم دامنه، به مجموعه مؤلفه های دومش میگیم برد، یا به عبارت دیگه به زبان ساده در دامنه رو میگیم حدود X، برد رو میگیم حدود Y، یا دامنه رو میگیم مقادیر x، برد رو میگیم مقادیر y که داخل اون تابع مقادیر رو در واقع منظور شده و موجود هستن. خب شروع میکنیم برامون تابع f، دامنه تابع f رو میخواییم میشه مجموعه مؤلفه های اول. دامنه هم هر وقت کرده این چیز دومین هست و من یه دامنه. خب با دی نشون میدیم، با حرف دیگر هم نشون میدیم، اشکال هم میکرد فارسی دامنه هم به امسی باز موردی نداره. خب بعد دامنه F میشه مجموعه مؤلفه های اول 2 4 5، 2 4 5 این میشه دامنه تابع. حالا برد رو با R نشون میدیم، هر فرق کلمه رنج هست به معنی برد. خب برد تابع F رو با R F نشون میدیم، برابر است مجموعه مؤلفه های 2 3 3 و 3. گفتیم در مجموع هم عضو تکراری در یک بار نمیشه، میشه پس فقط یک عضو داره. پس میگیم داخل این تابع دامنه من از 3 عضو تشکیل شده و بردمون از 1 عضو تشکیل شده. خب توی قسمت بعدی دامنه ها بردشو که میخواییم، دامنه این تابع G برابر است با منفی 2 5 و بردش هم برابر است با 5 و منفی 2 یا منفی 2 5، یعنی داخل این مسئله دامنه و بردشون با هم برابر است. پس تابع G، تابع دامنه G با برد G با هم چی هستن؟ با هم برابر است. خب اما گاهی اوقات ممکنه سری تابع رو به صورت نمودار ما نشون داده باشن و ما میگن حالا دامنه و برد رو مشخص کنید. خوب دقت بفرمایید، اینجا تماشا کنید، دامنه حدود x یعنی محدوده که x حرکت میکنه رو میگیم دامنه است،
محدوده که ایکس داریم، چون این محور ایکس است. محدوده که ایگرگ حرکت میکنه متغیر هست، ایگرگ حرکت میکنه بهش میگیم برد. پس باید ببینیم ایکس همون تو چه محدوده. قبلا هم گفتم بهتون که هر وقت به این شکل نمودار باشه یعنی تا بی‌نهایت ادامه داره، یا اینطوری یا فلش هم میذاریم، دو تا دیگه مفهوم داره. اما اگر منظورمون این نباشه، منظور اینکه تا اینجا باشه و حتما این نقطه بذارن محدودش کن، اما اگه این نقطه به این شکلش رو بدنش یعنی تا بی‌نهایت این روند ادامه داره. خب حالا وقتی این تا بی‌نهایت ادامه داره، این هم تا بی‌نهایت ادامه داره، این سمت میره ادامه تا آخر حرکت میره. حالا دامنه این از منفی بی‌نهایت میاد، میاد تا صفر تا مثبت بی‌نهایت ادامه میده. پس این تابمون داخل این مسئله دامنش میشه تمام اعداد حقیقی، یعنی بازه باز منفی بی‌نهایت تا مثبت بی‌نهایت. اما بردش، برد یعنی حدود ایگرک. اول نگاه میکنیم ببینیم نقطه ای داریم که مثلا ارزش صفر باشه، این نه هیچ نقطه نیست ارزش صفر باشه. ارز یک داریم؟ نه. دو داریم؟ هزار داریم؟ در هزار داریم؟ هیچی نداریم. اولین نقطه ای که در واقع بزرگترین ارزی که ما داریم منفی یک، این نقطه است. این نقطه مختصاتش از صفر و منفی یک، پس این نقطه با این نقطه ما شروع میکنیم دیگه. تمام این نقاط پایین هر چی مثلا ارز منفی دو، منفی سه، منفی سه و دو ده هم، منفی سه و هفتاد و پنج سه، تمام اینا رو داریم تا منفی بیاریم. پس توی این مسئله هم میگیم برد این تابه، بردش که با آر نشون میدیم یعنی حدود ایگرگش از منفی تا منفی بی‌نهایته، که ما همیشه برای که با بازرش رو میگیم توی بازر میشه عضو کوچک رو اول میگیم بعد بزرگر رو میگیم. یعنی اول میگیم از منفی بی‌نهایت تا منفی یک، و چون خود منفی یک هم داریم از منفی یک هم توی کروشه میزنیم، یعنی بازه به صورت بسته باید باشه. خب از این طریق محاسبه دامن و برد یک تام است. خب یه مثال دیگه، مثلا مثال پایینیش رو اول حل کنیم. این هم باز شبیه به بادمی هست، بازم دامنش از این دوتا شاخه تا بی‌نهایت ادامه داره، این دوتا تا بی‌نهایت ادامه داره. از دامن از منفی بی‌نهایت میاد تا مثبت بی‌نهایت، دامنه از منفی بی‌نهایت میاد تا مثبت بی‌نهایت، یعنی همون تمام اعداد حقیقی. و بردش هم برد این تابم هست از بازه بسته دو تا مثبت بی‌نهایت. ما هیچ نقطه‌ای نداریم این منحنی که عرضش یک باشه، نداریم عرض صفر نداریم، عرض منفی نداریم، تا پایین نداریم، عرض نداریم. کوچکترین عرضی که داریم این نقطه است که عرضش دو است، از دو به بالا داریم میره. خب پس بردش میشه بازه از دو تا مثبت بی‌نهایت، چون خود دو رو هم داریم، خود دو رو هم داریم. پس اینجا به جایی که اگه دو رو نداشتیم چه تو خالی بود پرانتز می‌ذاشتیم، ولی چون دو رو داریم کروشه می‌ذاریم، یعنی بازه بسته دو تا مثبت بی‌نهایت. خب این هم از این. این مثال بعدی، این مثال، این مثال از این تعداد نقطه تشکیل شده. کلن اینو دیگه به صورت بازه نشون نمیدیم، ما زمانی از بازه استفاده میکنیم که بی نهایت بزرگش باشه، بی نهایت نقطه باشه، بعد این تعداد متناهی باشه. الان این چهار هست، این نیاز به نوشتن بازه نیست، فقط دامن و برد به صورت مجموع مشخص میکنیم. پس دامنش میشه این نقطه که منفی دو، منفی دو از مختصاتش، پس طولش میشه منفی دو. این نقطه که منفی یک و منفی یک، طولش میشه منفی یک. این نقطه که یک و یک، طولش میشه یک. و این نقطه که دو و یک، طولش میشه دو. پس این میشه دامنه، بردن میشه عرض این نقطه، این منفی دو و منفی دو که میشه منفی دو، منفی یک و منفی یک میشه منفی یک. این یک با یک که عرضش میشه یک، این هم دو با یکی که عرضش میشه یک. یه بار نوشتم این میاد نیست، یه بار دیگه اینجا یک رو بنویسم نیازی نیست. پس تا همینجا کافی است و بردش سه باز داره اما دامنش چهار باز داره. خب این هم در واقع حالا چرا دامنه این چهار باز داره؟ چون چهار تا نقطه مختلفه. چرا بردش سه تا داره؟ چون دو تا از نقطه عرضشون یک سان شد، عرضشون یک شد، بنابراین
یه به صورت عضو تکراری بودن و یک بار نوشته شده. خب این مثال پایین شرح کنیم. مثال پایین چی مقدار بیشتر کار میبره؟ مثلا فرض کنیم این باشه مثلا یک، دو، سه، این باشه یک، این هم باشه یک، این دو، این هم یک، دو، این هم سه. خب دامن پر داریم، اول بریم حدودش کجاست، میگیم این تا بینایت ادامه داره، این هم تا بینایت ادامه داره، این تا مثبت بینایت داره، این هم تا منفی بینایت داره. خب اگه دقت بفرمایید میریم از سمت چپ تا سمت راست، از منفی بینایت میریم تا مثبت، یعنی دامنه تمام اعداد رو شامل میشه، تمام اعداد غیبی رو شامل میشه. خب از دامنه این تابه دامنش میشه تمام اعداد غیبی. اما بردش چی میشه؟ بردش یعنی حدود ایگرک، این محور ایگرک هاست، این محور ایکس هاست، بر اساس محور ایکس ها دامنه رو تعیین میکنیم و بر اساس محور ایگرک ها برد رو تعیین میکنیم. خب حالا از برد تابمون رو برد رو میخوایم حساب کنیم، میشه حدود ایگرک. نگاه میکنیم تابه از سه بخش تشکیل شده، داره تو جلسه آینده انواع تابه رو که میخواستیم تدریس کنیم تابه سه بخشی رو با هم صحبت میکنیم. این تابع بشه این تابع سه بخشی یا سه قطعی یا سه ضابطی، هر سه تا اصطلاح درست است. حالا اینو که میخواییم الان در موردش صحبت کنیم، این از سه بخش تشکیل شده. خب من الان برد اینا رو میخوام، ابتدا میگم این شاخه پایینی یا این بخش پایینی رو محاسبه میکنم، این بردش از منفی بینایت میاد میاد همینطور میاد تا به صفر میرسه. بعد از این شاخه میشه از منفی بره تا صفر. دیگه از صفر تا یک من هیچ نقطه‌ای ندارم، این فضای خالیه، میبینید فضای خالیه. بعد تو خود یک یه نقطه دارم، باز از یک تا دو هیچ نقطه‌ای ندارم، این فضای خالیه، هیچ چیزی نیست بینشون. باز از دو تا مثبت بینایت هم یه شاخه دیگه بریم. خب پس این بردش از سه قسمت تشکیل میشه. قسمت اولش میگم میشه از منفی بینایت معروف به این شاخه است، میشه از منفی بینایت تا صفر، چون اینجا هم تو خالی است، از تا صفر باز میشه اجتماعش به این نقطه، این یه تک نقطه است. پس اینو دیگه مثلا بازه من نمیتونم بشه، بازه زمانی است که از بینایت نقطه باشه، مثل این مثل این، یه تک نقطه است. پس به صورت مجموعه نشون میشه، میگم مجموعه تک عضوی که این طولش سه هست، عرضش یکی، چون داریم برد رو مشخص میکنیم از عرضش من میخوام، عرضش یک هست، اجتماعش با. حالا میام این شاخه رو بررسی میکنم، این شاخه هم از دو شروع شده تا مثبت بینایت ادامه، تا بینایت ادامه، این شاخه تا بینایت هم تا ادامه داره میره بالا. خب پس از دو به بالا، چون تو خالی هم هست، پس میشه بازه باز دو تا مثبت بینایت. پس این هم میشه برد این تابه. حالا با توجه به این که میتونیم روش های دیگه هم بگیم، مثلا برد رو میتونیم مدل دیگه هم محاسبه کنیم، مثلا ما بگیم از سه بخش تشکیل شده، بگیم بردش بگیم تمام اعداد حقیقی به غیر از این، به غیر از این وسطی. حالا وسطی ها از داخلش برده، وسطی چی میشه؟ میشه بازه بسته صفر تا بازه بسته دو، اینو توش برداریم، بعد آخر کار یه بار دیگه اجتماع با یک رو در نظر بگیریم. میشه این روش هم درست، ولی خب این خیلی ساده تر از اینی که نوشتم ساده تر است. خب میریم بعدی، مثال بعدیمون. توی مثال بعدیمون اگه دقت فرمایید از دو طرف من محدودش کردم، دیگه مثل این نیست که ادامه داشته باشه تا بینایت، بعد این نقطه میذاریم یعنی محدود شد، بعد این نقطه تو پر میذاریم یعنی محدود شد. بنابراین دامنه و برد این رو که من بخوام، دامنه و برد این رو که بخوام، دامنه‌اش میشه حدود x. حدود x یعنی رو محور x از کجا تا کجا حرکت کرد. اینجا که چیزی نداریم 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 نداریم، میبینیم اینجا که میرسیم اینجا شروع میشه، یه نقطه داریم که طولش صفر، این نقطه طولش صفر. پس از اینجا صفر میاد، یک داریم، دو داریم، تا سه میاد جلو. پس دامنه ما میشه بازه بسته صفر تا سه، و بردمونم میشه بازه بسته از اینجا میاد دو بارم حدود ایگره، ایگره که منفی که اصلا نداریم، کوچکتر ایگره که اون این نقطه است،
این نقطه کوچیک‌تر میشه که ارزش صفر. از اینجا میاد تا اینجا رو به روسته. از بردمون هم میشه بازه بسته صفر تا صفر. این هم طریق محاسبه دامنه برده این تابه. بریم سراغ تابه بعدی. تابه بعدی هم طور که مشخصه است دامنش از منفی به نهایت میاد، همینطور میاد تا صفر، میاد یک، دو، به دو که میرسه این شاخه تموم میشه، میاد این نقطه تو پر میشه، از دو رو هم داریم، از دو به بعد هم وارد این شاخه میشه تا مثبت به نهایت جلو میریم. بنابراین دامنش میشه این اجتماعش با این اجتماعش با این، که همه متوجه میشیم تمام اعداد حقیقی رو شامل میشه. بنابراین دامنه میشه تمام اعداد حقیقی. اما بردش، برد این تابه، اگه دقت بفرمایید، برد این تابه از سه تا عدد تشکیل شد. چرا؟ این درسته که بی نهایت نقطه داره و بی نهایت طول داره، اما تمام نقاطی که روی این خط هستن عرضشون منفیه، تمام نقاط عرضشون منفیه. یعنی اگر این دوتا نبودن داخل شکل، فقط همین به تنهایی بود، فقط همین به تنهایی بود، برد این مجموعه، برد این تابه فقط مجموعه تک عضوی منفی یک بود. پس این منفی یک فقط اجتماعش بود. این را اگه دقت بفرمایید ببینید فقط عرضش نقطه یک هست، یعنی فقط یک داره، یک واحد هست، این هم یکه اجتماعش بود. این هم تمام نقاطی که روی این خط هستن بی نهایت نقطه است، بی نهایت نقطه است، بی نهایت، اما تمام این نقاط داره یه ویژگی مشترکه، عرض همشون دو است. پس به زبان ساده تر اجتماع مجموع منفی یک و یک و دو در مجموع میشه منفی یک و دو. پس برد تابه هم به این شکل به دست. خب امروز سعی کردیم خلاصه ای از درس اول و درس دوم فصل تابه رو خدمت شما تدریس کنیم. قبلا تدریس کرده بودم، امروز بیشتر یادآوری کردم که برای تقریبا فاصله یکی دو ماهی از کلاس فاصله داشتیم، انشاءالله به این شکل جبران بشه، یکم ارتباطمون بیشتر بشه، بتونید در واقع یه ارتباط بهتری برقرار کنیم با مباحث. انشاءالله جلسه آینده وارد بحث معرفی انواع تابه میشیم. بعد از اون که انشاءالله میریم و فصل جدیدمون رو شروع میکنیم و مباحث به احتمال رو انشاءالله واردش میشیم. خب انشاءالله که از کلاس نهایت استفاده رو برده باشید، خودتون هم نهایت تلاش رو کنید که اون مطالعه کنید، تمرینات رو حل کنید، نمونه‌هاش رو براتون حل کردم، تمرینات رو حل کنید. بازم اگر سوالی داشتید تو فضای مجازی تو واتساپ میتونید برام سوالاتتون رو بفرستید، من براتون حل میکنم و یه سوالی حل کنید. اگر اون جواباش مشکلی دارید بفرمایید، تمام براتون توضیح بدم و رفرشگاه کنم که ایشالا کار رو بهتر یاد بگیرید. خب ممنون که وقت گذاشتید. از آقای سادگ عزیزم به زحمت فیلم برداری و هماهنگی جلسه رو کشیدن، نهایت تشکر و مهربانی رو در تندرست باشید. خدا نگهدارتون.